داره میره مسابقه بوده چون پشنی که طالب هیچ کس از زیر دستش زنده بیرون نیومد. بهش امید علکی بده، از این مسابقه منصرفش کنه. واسه همه دروغای قشنگی که بهم گفتی عزیزم، خونه این بچه به گردن توه، یه روزی گریبان تو میگیره. دی سر قبرش خوب بچه خواهر منو سوزندی و چال کردی و یه فاتح هم روش. اون مقبره پدرشه، وقتی مهراد به دنیا اومد پدرش فوت کرد. شکو عاشقش بود، همه ی زندگیش بود، ولی قید شوهر زندگی رو زد و همه ی دار و ندارش رو ریخ پای مهراد. خوب دار و ندارش رو کردی زیر گل. میگن شب اول قبر سخت‌ترین شبه. اون بچه فقط بلد بود به خودش آزار برسونه. ندیدم یه نفر ازش بناری یا شکایتی داشته باشه. چطور تونستی همچین آدمی رو نفله کنی؟ چطور؟ من اون قبر رو واسه خودم خریده بودم. هر هفته که به زن مرحومم سر می زدم روش گلاب می پاشیدم. حالا باید برم اون بری رو بخرم واسه خودم. خوشحال باش، چون درد سرت کمتر شد. این قام و قصت هم مقطعیه، پس فردا یادت میره. بهت گفتم حواست نباشه این بچه تلف میشه. بهت گفتم یک کاری کن که نتونه بره دنبال اون بازی نکردی. مرگ مهران مقصر زیاد داره، یکی ننش، یکی هم آبجش، ولی مقصر اصلی توی. خون دامن گیره، خون مهران دست از سر زندگی بر نمیداره. فکر نکن به همین راحتی چالش کرده به یه خلبار خاک بیختیم رو سرش و رفتیم. این پسر بی سر صاحب نبود. زندگی آرومی نخواهید داشت دختر خانم. این خون دامن تو و خاندان تو میگیره، مطمئن باش. این فهرست دیون پرویزه برای وصولش. کاری کردین؟ نه خیر خانم، آقا فرموده بودن دست نگهداری. به آدمات بگو بیان فرفور میفرستی سراغش پرویز و پولش کنن. خانم بله خانم کار دارم. نمیشه خانم، خودش همه کار دارن. بذار بیاد تو. خانم از روزی که من این خبر نحس رو شنیدم یه چشم اشک یه چشم خون. خدا رحمتش کنه. از طرفی هم خیلی دلم شور حال و روز شما رو میزن. من خوبم. چی کار کردی؟ رفتی دو سه ساعت خبر بیاری گم و گور شدی؟ چی شد؟ دیر اومدم، ولی دست پر اومدم خانم. زیر و بمشو در رو بردم. آدم سرشناسیه تو شهر خودشون،
4 سال حبس داشته، عین جابجایی فرار کرد. چی کار میکنه؟ فراریه خانم. اسناد و مدارکشو فردا میاری ببینم. چشم، میدم فردا اخویم شهرروز بیاره خدمتتون. با اجازهتون. قربونت خاندایی که با خودت خیلی برکت میاری تو این خونه. البته این خونه خرابتر از اونیه که با وصلت اینو درست بشه. سقفشو درست کنی، اون چاشو میخوای چیکار کنی؟ برو کنار خواهر من، برو کنار. دیگه این خونه جای زندگی نیست. من اینم مهربان خانم. بهروز نیستش؟ نه ایمده، دو روز ندیدمش. نصب درد نکنم. گرفتاره، میترسم این قصه استخون بشه بشینه تو جیگرش. اینه تن و جون بودم با مهراد خان. تن بمیره جونم میمیره. نه بیزامدی که در رو وا کنه. یکی دیگه براتون بیارم؟ مثل اینکه زحمته. اومدم. قربونش برم، زن نازنینی ها اینجوری میگه، ولی دیشب داشت نمک میریخت تو کفشمون که بریم. غیبت زعفرون خانم. گچ و خاکش به کار نیست، خوش میشه میماسه کف استانبولی. مهبانو، این یارو اسمش چیه؟ خسرو خان اومده میخواد باهات حرف بزنه. تو هستی منتظرته. برو دخترم ببین چی میگه. میگن محبوب مثل ماه باید کم نور باشه و محجوب، اینطوری به دل میشه. مهربانو یکم معطلش کن، دست بالا هم بشونم یه سلام علیکی باش بکنم. بفرما چای درست کرده خوشمزه‌تر از چای قنبر. دست شما. آدم قد بالای شما میبینه. دختره ایه بر میگه که من پلان و بابدان شوهر نمی کنم به اون یارو، ایه بر دیگه سرش رو میزد جا پاشم تو قیمت میخورم یه دنبالش. از یه طرف دیگه مثل این که میگن جماعت نصفان میل مفرطی به غیبت کردن دارن، بیراه نمیگن. زعفرو خانو پشتر ما غیبت کردی؟ حلالم کن خواهر، چیزی نگفتم که. حلالت کردم، حلال مطبع اصلا مونده بفهم. من بهروز کس کاری نداریم. من این بچه ها با چنگ و دندون از آب و آتیش گذروندم تا رسوندمش به اینجا. هر یک کسی رو میخواد بزرگترش باشه، یه سخفی، یه ضعیفه، یه کپتند بچه پس بندازه. شما فکر کن من هم عمه بشم، هم ننجو، هم مادر جو. شما بزرگی، عزیزی، نفست گرمه. خولش بده یه کاری بشه، یه وکیلی، وزیری، طبیبی، یه مسگر، یه علافی چیزی بشه. یه فرمش مهمتر با پرویز خان حرف بزن، اصلا به من توجه نداره.
همین باید پشتن من حرف زدی حلالتون نمی کنه. نباید خودتو بابت این اتفاق اذیت کنی. به نظرم صلاح بر اینه که یه چند وقتی برای مدت کوتاه این قرار و مدارها رو به تعویق بندازیم. به گردن من بود که نقل و بحث خونه عطابک خان و ماجرای اون خدا بیامرز رو براتون روشن کنم. همونطوری که شاید با کمی تفکر و تعقل میشد مانع این حادثه شوم شد. نمیدونم. اگر بخواین همه چی رو عقب بندازین من حرفی ندارم. همین کارو میکنم. برمیگردم و تا هر موقعی که مقرر کردید و صلاح دونستید همونجا میمونم. اما یه نظر منو بخواین این کار اشتباهه. یه مراسم بی سر و صدا میگیریم و با هم میریم. اگر مایل بودید اونجا یه جشن مفصل میگیریم. اگرم که نه به همین صیغه محرمیت بسنده میکنیم. انگار از در و دیوار میریزه که این ازدواج نباید سر بگیره. انگار روزگار از چشمش بر نمیاد که ما رو به هم برسونه. قرار نیست الان تصمیم بگیریم. میذاریم این مدت بگذره. سلام. علیکی سلام. من با اجازتون مرخص میشم. باید برم جایی. سلام علیکم. خدا بیامرز همه رفته کنه خواهد ما. همه آخرت باشه. آقا همین بیا دو تا شیشتو خود بزن خرجش. زیاده چپ نکنی. قیقات میری تو باقالی ها. بایزه اعلام شده بود مار تو چنگ خدنج این خمیر نونوایی یارو مالوندش کشوندش خراب کبونده. جنیدم مرغ خروسایی توی کلام براش دست گرفتن میخونن براش تو که مش زنی این برا زدی اون برا بزن این برا زدی اون برا بزن. اچه قرطیه جینگی اونه چه به رینگ اونه چه به مسابقه. میگن مسابقه قبلی هم به زور مایه اومده باید چی میگی ما شما عروس خواهد شد دهنه کواله و بابه وزقاله میبین چی میگیم برم مایه چو شما قصد ندارید کاری بکنید معلومه. میخواییم بذاریم قاتل مهراد همینجوری راست راست تو خیابون را برو بریش شما خاندان مصطفی خنده. شکو باید تصمیم بگیره. شما کاری نکنید خودم. تو خاندان ما هر زنی از صد تا مرد مردتره. تو جوونی حیفی. من خودم قاتل من مثل شما ها نیستم که هر کی هر کاری دلش خواست با من بکنه. من مثل شما ها نیستم. شرمنده شما شدیم. دست مریضا نه خوش آمد با جنمی موتورم یخ کرده نمیدونم از جیبم افتاد یا زدنش به صفتو. بیا بینه بگی با خودتو روشن کن. مایتیه دنبالم نیست حسابش مورد واسه بعد این دفعه رو مهمون مایی دست خوشته نوکریم با خاندان مصطفی سرسری داری؟ داشتم
اگه قلابت به این نگیره جات رو عرشه. ما چه یه عمر رو فرشیم، روزگارمونم سیاست. عطابک آشناته؟ آره. پسر یه چایی بیار بلا آقا. افتایی تو اثر، باز چشم چارت با باشه و مثل جغده بغلش کنی، آه ولش کنی، پر کش درفته، پر پر میکشه باید. کارش گوشبوری و باجگیری و کاسه کوچه‌داری و تلقی کردن امورازا و اذیت آزار کسبای محله. یه چند وقت یه پاش به این محله باز شده. از عقل شعور بی بهره است. نقطه درکش کوره. آره اینه. اهمیتی نمیدم. شما با خانم صحبت کن. ترسم از این طلب یه چیزی بگه، یه کاری بکنه، واسه همون گرون تموشه. من همین رو میگم. قهوه قجری که نمیخوام تعارفش کنم. اون برزلابا التماس میفته، منم از گناهش میگذرم. مطمئن باشید صدش هم جلو دوتون ببادن درد از دست دادن عزیزه این تسکیم پیدا نمی کنه. آره دیگه، اگه قول بده تمام پولمو کامل برگردونه از گناهش میگذرم. من پول از خورگومش میکشم بیدون تحویل شما میدم. آره دیگه. بفرمایید خانم، هستن. افن 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 کل این جوان نکن خانوم، اندازه از رفت کل دفیسش باید چشم پوشی کنید. این برای گدراندن شغلش این کارار میکنه، ولی قصد کشتن مردمو نداره، مشتاش سنگینه. فکر نمی کنم اون شخص رو در من پا در بیاد، وگر من این سوخ این کار نمی کردم. من با نام تمام لاکر خودتون رو گرد آباد میتونم، بخشش بزرگانه. بخشش من با آدم های جای شما صرفی ندارم. یه استخون که واسه سگ میندازی تا آخر عمر واسه باق باق میکنه.
یه پولتون و سلام. من یا میمیرم یا میکشم. بشی میرم. این چه جور افتادنه؟ سره به تن اضافه کرده. خانم این حرفا نشنه بگیر. مگه نوکر زرخره آردی که دست از نوشتر جا نیچی نگم یه نون داری دستم باشم گشتت ببخصم پولو دادم بس سلام سلام هم زکور جلنبور کم عقلی مثل تو هرجی بهش نیست. پولو بردار مال خودت. خانم اون پول مال شماست. آبه درده که آبوزه سر کسی نجسه میشه. واق 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 این دخترم معلومه خون مصطفی تو رگاته، اما میتونستیم با قانون پدرشونو دارین. تو چی کاره ای؟ مگه تو مجری قانونی؟ دفعه آخرت باشه تو این کارا دخالت میکنی. امروز اگه به فتا نگفته بودم معلوم نبود چه بلایی سرمون میاد. جسد او رو بیار. یه مدت میفرستمت یه جهنم دره جز چه چیزی ازت نشتپم. شش آقا یعنی زودتر را بیافتی. خونواده ما خبر نداره. کسی خبر نداشته باشه بهتره. بعدا یکی رو میفرستم واسه شون یه دروغی سرهم کنم. آقا ولی ولی نداره. سلام پدر سوخته، ازت خبری نبود. کسی بود نبره ها. بندو بساتو جور کن خودتم گم و گوش. یه بار خواستی واسه ما یه کاری کنی ها؟ باشه زور خودتو هم میدم، فقط امشب نباشی بهتره. به به آزاد خانم باد آمد و بوی عنبر آورد. میگفتی گاف زمین میزدی واسه تو. چی کارش کردی؟ پسر یه صندلی بیار. فرستادمش همون جایی که باید. با بقیهشون میخوای چه کنی؟ بقیهش کدومه؟ بشین چه کجو بفرما بشین بفرما بفرما. گفتم با بقیه میخوای چه کنی؟ بقیهش؟ تو میخوای نگاه کنی قاتل خارزادت راست راست تو خیابونا بچرخه؟ سویه و گماشته شما که خوب است. پس این مهم بر اومدن. من از مسبب اصلی حرف میزنم. خاطر خودتون رو مکدر نکنین، بسپارتش به من. من حقشون کف دستشون میذارم. آینده خوبی در انتظار خاندانمون نمیبینم. از آدم بی جنمی مثل تو نمیدونم چی در انتظارمونه.
کم لطفی میکنی سرکار خانم شکو سلطنه. ترسم از اینه که عیش و عشرت و منصب جدیدت چنان تو رو تو خودش غرق کنه که یادت بره که این منصب رو از کی داری؟ از پسر ناکام من، مهراد ناکام من. دودمانشونو به باد میدم. به باد میدیم، به باد میدیم. خیالتون راحت. ببخشید. الو. سلام غلام علی خان. بله. خیالتون راحت آقا، حتما خدمت میرسم. به جناب وزیر بگید خیال مبارکشون آسوده باشه. بنده امتثال امر کرده و به موقع خودمو میرسونم. باشه. گفتم باشه. خداحافظ. شاهزاده خانم، البته واقفم که حرفای مهمی برای گفتن دارید، ولی جلسه مهمی دارم که تا دیر وقت طول میکشه. باید برم خدمت جناب وزیر. میشورم که ازتون خوب پذیرایی بشه. خیالتون راحت باشه، فردا صبح میام خدمتتون و مفصل به گفتگو میشینیم. پدرشونو در میارین، جد آبادشونو میارین جلوی چشمشون. با اجازه. ببخشید. اگه جلسه امشب تا این اندازه مهم و ضروری نبود، یقین بدونید که تنها تو نمیذاشتم. با اجازه. میرسیم حمیدی. بفرما اری. آقا جو، آقا جو نترس، نترس، چیزی نشده. ببین خونه هرچی وسایل ضروری داریم بار بزنیم، باید بریم. به اون قیچی دست نزن. شما خوبین؟ چیزی نیست، یه زخم سطحی زود خوب میشه.
حدس میزدن دست بردار نباشن. اینه کینه شطوری دارن تا زهرشون نریزن ولکن نیستن. کجا بریم؟ فعلا علال حساب قوم. اونجا یه چند تایی آشنا دارم. من باید برم با یه نفر حرف بزنم. شما هم آماده باشی. شاید دیر بیام ولی میام. اومدم دیگه معطل نشیم. بریم. سب کنیم براتون یه لیوان آب بیارم. نه دایی خوبم. نمیخواد. دایی کجا دارین میرین؟ اینا مشکلشون پول و بدهی نیست. میرم که این بهانه رو ازشون بگیرم بلکه فرصتی هم پیدا کنیم واسه رفتن. یه آقای اومدن خانوم به اسم محرم شالچی، میخواد شما رو ببینه. چه دل و جرأتی، با پای خودش اومده. تنهاست؟ بله خانوم. بگو بیاد تو. چشم خانوم. خیلی جنم داری، سرتو آوردی تو دهن شیر. اعمالی که از شما و اطرافیات سر میزنه منش شیر نیست، رفتار کفتاره. تو اومدی برای من شکو سلطنه مصطفی خطو نشون بکشی؟ اهل تهدید نیستم، نه میترسم نه میترسونم. از دین پرویز خان بیشتر نباشه کمتر نیست. پاتو از رو گلوی این خانواده بردار. چی فکر کردی محرم شالچی؟ فکر کردی درمون دل سوخته شکو سلطنه مصطفی سنار سشه یه پول توه؟ برو به ایلو تبارت بگو تا مرگتونو به چشم نبینم آروم نمیشینم. پیره مرد بیگناه گرفتین زیر کتک چی رو ثابت کنین؟ ما رو به ترسونین؟ نه اشتباه داری میری شازده خانم. یکی مثل من چیزی واسه از دست دادن نداره. اومدی مردونگی تو به رخ من بکشی؟ دور و بر من و خاندانم به پلکین دودمانتون رو میسوزونم. پولتون رو میخواین، حقتونه، بردارین برین. ولی ضعیف نچزونی جا عاقبت نداره. هوا برت داشته، باورش شده که آفتاب خیلی آب برمیداره. برای رسیدن به مهربانو خانوادش باید از رو جسد من رد چی؟ اگه ضرورت داشته باشه رد میشم. برای داشتن سیدی مثل تو فکر میکردم یه جماعتی رو باید سفیل و سرگردون کنم. اصلا به مخیلم هم نمیرسید که سید با پای خودش بیاد تو دام صیاد. نمیخوام دستم به خون خاندان دال داشه. دیدی به عبر رسیدیم؟